چهل از بس که منفوریان و سمندریان به گوش من خونده بودن برو تحصیلگاه برو خارج من که کجا برم چجوری برم من پول ندارم که پول نمیخوام یه مقدار پول اولی برده برو من اومدم پیش خودم فکر کردم و اول باید زبان یاد بگیرم یک کلاسی بود به نام کلاس مهندس مدرده یه اول خیابون بلن چی بلن مثل الان نبود که اینقدر سر صدا باشه توی پارخونه مهندس سینا یه همچه اسمی داشت روز اول مسئله کلاس کسان تو اون کلاس اومدن اسم نشته بودن که شیشه ابتدایی داشتن سیکل داشتن دیپلم داشتن ادبیات لیسانس ادبیات فارسی این پای تخت نوشت فعل چیست یک نفر نتونست جواب بده گفت کسی که میخواد زبان آلمانی یاد بگیره اول باید گرامر بدونه گرامر دونستن باید دستور زبان فارسی بدونه پس بنابراین از فردا شما فلان یه دفتری بود مال یکی از همکاراش بود اونو بخریم آوردیم دستور زبان فارسی به ما یاد داد من صحبت کردم با دکتر گروه پر بودم موافقت کرد که من برم گفت همین دو قوهش میگیم رزان دانشجو رو دیگه امتحان بدیم یه آقای بود از بعضی خوشش میاد از بعضی خوشش نمیاد من میگم یکی از اینا بودم که اصلا چشم دیدن منو نداشت چون یه خودم باش جرو بس کرد گفت میخوام ببینم چی بخونی تو اینجاش سالم بود گفتم میخوام برم بازیگری بخونم اصلا مثل کسی که او آتیش میشه پری خجالت نمیکشی این شما جوونه شما باید از اینکه برین مهندس بشین دکتر بشین میخوام بری بازیگری هنترین خواهی گفت خب ما چیکار کنیم اون دوست رو علاقه منده بی خود علاقه منده پول داده بودم بایدم خب اسمم بلا بنزه پول رو داده بنویس نرکو خب اسم دارم یادش کن گفت من مگه من مورده باشم بذارم تو بیایی برم باش ناامید و اینا اومدم بیرون رو بهش کم نگفتم اومدم یک هفته مرازه گرفتم از آکه گروه به مادرم چیزی نگفتم برای اولین بار دنها سفر میکردم رفتم یه بلیط گرفتم از میهن دور برم شیراز ببینم تخت جمشید میگن قشنگه اومدیم اون موقع جاده های اینقدر خراب بود که صبح ساعت 6 راه میفتیم غروب میرسیدیم اصفهان شب اصفهان میخوابیدیم با صبح بعد راه میفتیم شب شیراز بودیم روز دوم که راه افتادیم نمیدونم وسط راه یه جای راننده دیگر داشت غذا بخوریم نار خوردیم جز راننده و کمک راننده این اتوبوس مستقیم رسید به شیراز رفت و بیمارستان نظام نمازی همه مسموم بنابراین این 3-4 روز من تو اون بیمارستان خوابیدیم خود شیرازی گشتم یه تور که نبود اون موقع مینیبوس و این ماشین کوچی بود میرفتن تخت شمشیر رفتم اونجا گرم بوده اینا زود برگشتم دیدم موندن من اینجا فایده نداره بعد از یه هفته یه بلیط گرفتم و همونطور برگشتم تهران ساعت 8 شب رسیدم در خونه زنگ که زدم مادرم خدا بیامرزش از اون مورد داده زد که قبول شد اصلا باور نمی کردم
فکر کردم میخواد دل منو دست بیاره. رفتم من ندم روزنامه گذاشتم جلو من. نفر 17 هم شدم. من 3 ماه بیشتر آلمانی نخوندم. کسانی که 2 سال انسیدا گوته خونده بودن رد میشدن. همون سال شد که فردا صبح اومدم به دکتر فرو نشون دادم، به برقا نشون دادم. بنابراین گفت خیلی شاید بشه. هرچی لازم داره. هرچی داشتم نداشتم دیگه که میخواستم مثل کتاب و اینا همه رو رد کردم و با 4000 تومن راهی آلمان شده. زمینی از اینجا را رفتیم و حالا دم مرز بلغار گفتن چرا ویزا ندارین چون سفارت نداشت اینجا بودیم سفارت ندارین برای بقیه انداختن توی یونان چه بدبختی حال سر اومد و همه ایناش خاطره بود واسه ما رسیدیم بالاخره به مونیخ رکن دین خسروی خدا بیامرزش بازم اون یکی را خدا بیامرزه ایرج زهری خب سالهای پیش قبل از ما اونجا بود ایشون به سفارشه بود که فلانی میاد از اول ژانویه براش یاد آمی حالا من امتحان داده قبول شدم فکر کردم آلمانی میدونم رفتم اونجا دم هرچی اونو میگم من نمیفهمم هرچی من میگم اونو نمیفهمم هیچ طور داشتیم میرفتیم ناراحت یا دوتا از همشاگرده دبیرستان خودم رو دیدم گفتم ولتون نمی کنن تا این ایرج زهری گفت آه ایرج زهری نه ایرج زهری رو میگی گفتم هرچی میخوای بگی اینو آقا ما رو برداشتم پیاده بردم این ور اون ور ترسه تونه دانشه اون یه دیدم که ایرج زهری با لباس فراک و اینو آمده گفت ای اول من همچه کجای صافونت پدر برادر رو برد 15 روز پیش باید اینجا گفت آره چیه؟ چه اشکاله داری؟ گفت چرا گفتم که یه داده بودم یه فرستاده بودم آه چرا دیگه رو به خود بدی؟ مثلا موندم چرا اینجوریه؟ گفت برای منم معرفیت کنم در صورت ما اومدیم و منزل من جایی بود که زل قربیش تئاتر بزرگ کامرشبیل مونیخ بود یه کوچه اون ور کوچه مدرسه فالکنبرگ بود که خود مخبوریان فراغ تحصیل اونجا بود باز منم برم اونجا من گفتم اولین کاری که باید بکنم اسم بنویسم از کلاس زبان که زهری لطف کرد و من بردش کلاس های دانشگاه اسم نوشتیم و حالا قافل هم دیگه آقا یه مقدار خرج داری با 4 تومن که اومدی حالا یه مقدارش هم ازت را خرج شده بعدش چه میکنی اون دوتا دوستای هم شاگردی هم که دیدم گفتم از اینه چیکار کنم گفت کار اهل کار هستی بودم آره کار میکنیم که من مجبورم کار کنم گفت ما تو زیمنس کار میکنیم میخوایم از صحبت کنیم ما صحبت کنیم صحبت کردیم فرد صبح من برسیم بردن زیمنس کجا تراش کنیم تراشکاری زیمنس بشور کردیم به کار کردن ولی هر لحظه که میگذر میزن یه پوت که دوست داره بودم گفتم نمیدونم به خودم بودم نمیدونم چیش بگونم اصلا تحملش ندارم بعد گویا اول کار من خوب شد خوششون اومده بود که بدون که من بدونم به اوقع هم اضافه کرده بودم بعد رضا کرم رضایی که حتما میشست این یکی از همدورهای من تو هنرستان هنر میشکم این 2 سال زودتر از من آلمان نمیدونم شما میدونی یا نه این اون موقعی که اومد با هم آشنا شدیم در جانوار بودم با هم بودیم با هم آشنا شدیم این سردر بزرگ سینماهای اون موقع نقاشی و حتی توی همه نیدیم همه این کار رو میکرد با 100 تومن در از یه ساعت همه این کار رو انجام خطات فوق العاده بود تو مونیخ که دیدمش گفتم کجا کار میکنی؟ گفت کار میکنم گفتم کجا کار میکنی؟ شرکت خطاتی یه روز من رفتم سر کارش دیدم که دم و دستگاهی داره از همسایه رئیس اونجا شده
یه اتاق خاص داشت با انواع اقسام قلم های مختلف برای لاتین میوشکی. بعد بقیه خطاتا و کشکو میکرد یه چیزی نوشتن منم با میسنن این با هیچ کدوم با این قلم ها نمیدونست کار کنه. تایی کبریتو میشکون به اندازه اون خطی که میخواست بنویسید با تایی کبریت یه خط زیبا رو میبینیشت. یه روز اومد به هم گفت فلانی من رفتم یه جا آیه میکردن باواری و فیل رفتم صحبت کردن خبرم کردن باواری و فیل باواری و فیل کارهای فنی و لابراتوار و اینا گفتم تو میگی تموم شد گوال میبریم دیگه براقره یه بعد از ظهر بود رفتیم دم در میگن یه هولیوود کوچیک هست خود باواری و فیل دم در یه روزه بگم کجا شاه اسمش گفت آقای ایکسی و برای چی؟ گفت نه نه جازن دوازن رو میخواستن گرفتن این نمیدونم تو قیاف من چی دید دلش سوخ بسن آقای بسی زنگ بزنم زنگ زدم گفت بریم رفتیم دفتر رو آقای پیوخ بود رفتیم و گفت چند وقت اومد اینجا بود گفت الان چی کار بود؟ من بلا از روی ناچاری رفتم دیمنس تراش کنیم و از کی میتونی بیای اینجا؟ گفتم از همین الان گفت همین الان میتونی بیای اینجا؟ اونجا فرم میکنیم و گفتم اونجا قرارداد نداره گفت فردا صبح همه چون میان تو هم بیان فردا صبح مرفتیم و دیدیم که فقط ما دو نفر خارجی هستیم و با اون زبان کرنزه دو سال زودتر از من وجود بیدار از من و یه سری هم اون زمانی بود که هنوز دیوار برلین جدی نشده بود فرار کرده بودن اومدن آلمان غربی با آبه هم اومدن اینجا هوای اونا رو خیلی خوب داشتن ما رو تقسیم کردن منتها گفتش این دوتا ایرونی ها یکی زبانشون بهتره بذار سر اون کار اون یکی کمتره بذار سر این کار اون یه رو عوضی فهمید من رو بذار سر اون کار اون رو بذار سر این کار نشون ما نشون ما رو بردن انبار یه لباس دندن همون کرده اون دستگیش رو نما همین چیزا کار چی بود؟ ما اول تو لابراتوار کار میکنیم میشستیم فیلم میشستیم یعنی پوزیتیو دیدم که یارو اومده یه چیزی به من میگه من نمیفهمم گفت جیبا تو بگرد جیبا میگشتم چی ندارم گفت انبار چیزی به دن میفهمم میگفت نه نه دستم این رو بردم و گفت چرا به این قیچی نگیدی نشون داد که به این میگن شعره خودم بله چش گذاشتم جیبا رفتم اونجا گفت کارت اینو رفتم اونجا من سپرد دست یکی از جوانایی که از آلمان شرقی فرار کرده بود دو دهنه در بود وسطش باز بود این ور دو تا ماشین بود مال من بود اون ورم دو تا ماشین بود در صورت من اونجا کار شروع کردم و شروع کردم کار کردن و خیلی خوب یعنی این کار به جایی رسید که دیگه کارهای خیلی پیشرفته رو فرستادم پیش من کردم روزی تفلیم رو فرستادم یه جایی که این حلقا مثلا دهمه بیست سی متر از این رو سرهم کنم اونم حوصله نداشت مثلا اون موقع فرانیا بود گورت بود اینا رو سرهم میکرد ما که نمیدیستیم دیگه میدیدیم تو ماشین میدیدیم نصف فیلم ها آبی شده نصف فیلم ها زرده اینی که نمیشته باید مورا میزدیم آقای کرم روزی چرا این کاریه؟ گفت نه این همش من درست دارم این خراب کرده این که نمیتونه بره تو دستگاه دستگاه داده اینو بیرون در صورت بعد یه مدتی این مرحوم ایرج زوهری را برده اونجا یه روز مدیر اومد گفت این مریضه گفتم نه چرا گفت این همش مزد ها تو توالت چرا همش این کار نمیکرد میرد تو توالت کتاب بخوند کی زوهری؟ زوهری فقط کتاب این بود که اونجا ما بودیم تا اینکه من یه ازدواج ناموفق کردم حاصل ازدواج پسر شد و نتیجه جدایی شد محصرم من بودم چرا؟ چون من وارد فرهنگ اونا شده بودم من باید خودم رو وفا میدیدم در هر صورت به خوبی و خوشی از هم جدا شد
حتی من شناسنامه واسه بچه گرفتم که دیدم مادر بچه من گریه کرد. من که چیزی ندارم. یه ناراحتی هم داشت که هیچ وقت دیگه نمیتونست بچه دار بشه. سر همین بچه هم با وحشت بچه داشت. بودم باشه. بچه بشتم. خب خواستی من میام میبینم. نخواستیم نه. و هر وقت خواستی زنگ بزن. یه خاله داشت، خالش با من زیاد خوب نبود. منو برای این من هر وقت زنگ میزدم میورد بچه رو من میدم. پارکن فکر شوی رو خونم بود که الان پارکینگ شده برد اونجا و رئیس اونجا یاده بود که یه پاشو جنگ از دست داده بود ولی رئیس اونجا بود و بازیگر خوبی هم بود گفت خوبی دیگر به خون مخوندم رو کرد به مغفوره گفت اینم اینه طوره خیلی خوبه خیلی حس داره درک میکنه اصلا میفهمه ولی بالا بره پایین بیاد حال بالی نیست این لحجه آلمانیش بهش هیچ کار کرد همونطور که به تو کمک نکرد نتیجهش من اومدم بیرون گفت فقط بتونه اگه بتونه بره کارگردانی رشته کارگردانی اون زمان رشته کارگردانی ممکن بود کلاسای آزاد کارگردانی بود ممکن بود مثلا دنبالش نرفتم به من گفتن در برلین یه دونه هست برلین من رفتم گفتم ما اینجا بازیگری یکی از معتبرترین به اصطلاح آکادمی های دنیاست به اسم ماکس رینارد و ما نداریم ولی معرفیت میکنم به وین که هستش ببینی که به من بگی پرونده من رو همه رو فرستادن اونجا رفتم هم بازیگر است نوشتم هم کارگردانی تو اتریش کدوم هستی؟ همه آکادمی هنرهای نمایشی موسیقی و سینما همه چی داره تئاتر هم داره در جایی که کارگردانی هم داره دو تا سالن از زمان باروک باقی مونده یکی در مونیخ یکی هم در همین شومبرون که مدرسه ما بود و واقعا زیباست یعنی یکی از آثار تاریخیه خیلی زیباست بنابراین ورودش برای همه کس آزاد نیست اون تا امتحان ورودی رو اونجا میارتن چون تعداد بازیگرا خیلی زیاد بودن 600 خورده اسم نوشته بودن اینا 15 نفر هستن من یادم وقت که من استاکیتم آمدم برم تو رفتم تو باید میرفتم رو صحنه دیگه پله اول نه پله دوم و وایسا گفت این آقا رو که میبینی اسمش هیچ وقت یادم نمیره کوی این سوال اسمش لوه هست که؟ لوه اسم این لوه هست ایشون استاد فن بیانه میگه من با این نمیتونم کار کنم چون یه خارجی خودت چی میگه؟ بودم واقعی میگن درست میگه البته خیلی جا خوردم خیلی بودم حق باشون یکی دیگه گفت برو همون کار گردونی که اسمش که چون من هم نرفته اومدم بیرون بقیه بسن خب چی شد خبول شدی؟ گفتم چی خبول شدم من نمیشتم برم رو زهنه که رفتیم امتحان کارگردانی کتبی بود یه سال سری سال کتبی بود یه سری هم شفایی مصاحبه در صورت امتحان دادیم 15 نفر قبول کردم منم جزا شش ماه اول یه امتحان گرفتن از تعداد ما موند شش نفر به غیر رد کرد اصخایی کرد شنگله ما یکی از دلایل ما حق نداشتیم در طول این مدتی که اونجا هستیم بیمار بشیم حق نداشتیم ورزش های سنگینی بکنیم که لطمه به بدنمون به
زندگیمون بزنیم، به حرفمون بزنیم. خیلی 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 مشکل بود. تا اینکه سال اول بود من خونم خارج از وین گرفته بودم نزدیک آکادمی. تا اینکه پیلر دارم رفتم دکتر، گفت آپاندیسیت آدم هست، باید عمل کنیم. بودم به نوشتن رو، من آوردم به پروفسور نشون دادم. خوبه. سه هفته دیگه تعدیلات رو رسونی، اون موقع رو عمل کن. دیگه رو نمیشد روشون حرف زد. من میگه که این میگه خوش آمدی. من باشه. سه هفته موندیم و بعد سه هفته زودتر رفتم اونجا و خدا معرفی کردم. اون دو گفتم قلب من طرف راست. کاش که نمیگفتم. اینا 12 تا عکس گرفتنم از تمام زوایای بدن. خیلی هم معروف شده بودم قلب طرف راستی. بالاخره من بستری کردن که عمل کنم. تو یک سالن گنده 10-20 نفر خوابی بودم تقریبا کنار دیوار. بقیل هم یه جوانشون 10 ساله بود. من بردم پایین یک سالن دیدم گوش تا گوش لباس سفید دانشجو نشسته دختره به سر دستگاه های مختلف. اومد گفت بخوام از شما یه اجزه بگیرم اگه اجزه بدین این کار رو میکنیم. چون قلب شما طرف راسته یه چیز استثنایی هم هست. اینا که میبینی تمام دانشجو. ما میخوام نشون بدیم چیزی نیست. نشون بدیم که چطوری کار میکنه. بودم برکنی آقایی مکنی مکنی. من اگه 48 ساعتی چی نخورده بودم. باریوم که میدم واسه یه لیوان دادن دستم. گفتم هر وقت گفتم بخور بخور. اینا گفتم بخور من شوید خوردم. خودم تصویر میدم. میدم به از اینکه این ور باید یک کار یاد بشه. این ور در میشه. تموم کرد گفت بریم. خودش اومد من عمل کرد. عمل کرد و فرصت و اتاق و بعد همه این کارها رو کردم و من این پسر کوچیکی بغل من کوچیکایی هم دندون کشیدن از این میشتم میشه. تو رو نبردم و بردن عملت کردم. تو حالا میگن عمل کردم. بسته بودن همه چرا دیگه. نزدیک ظهر بود دیدم دکترم گفت چطوری بودم. خوبم. او چطوری بودم خیلی گرسنه و گازونده. بلند شد. گفتم بله. گفت بلند شد بهت میگن. گفتم آقای دکتر صبح من عمل کردی. چجور بلند شد. دست من گرفت یه پرستارم صدا کرد. روزان پرستار مردم بود. من زیر بغل من گرفتم. این چیو دارم گرفتم و بلند شدم. که بلند شدم. درد پیچید بودم. خیلی درد دارم. فرد باز را میفتی ها خوابیدم گرسنگی ها همش برموشم شد موندم غروب دیگه وقتی شیفت عوض شد دیگه خواهران مذهبی اومدن جایگزین اینا شدن من میخوندم حالم بهتره دستم گرفته اینو بلند کنم اون پسر گفت آقا خود تنهایی نکن گفت با کمک اینا بلند شد خب نه چیزی نیست بلند فقط میدونم یه خب دارم سرم گیج میره گفتم خودم اینجوری برد کنم برعکس اینجوری دادم که رو میز و شیش و لیوان خورد شده من یه ها چه هم کردم یه سری آدم خونالود از اتاق عمل اومده بودن همین دکتر آمده گرفت خرفت کرد مثل این که داعش کرد نگاه که گفت هیچی نیستش بس گفتم آهی دادن تکون نخور خیلی هم خوب بود باری کرد ادامه بده فردا زورش من بلنشتم راه افتادم که وقت که راه افتادم پرستارا اصلا شاخ در آوردن گفت اون آقا رو اینجا بده 2 هفته است اینجا تکون نخورده به خاطر اینکه تب کرده مشکل تو چجوری راه افتاده رفت بعد یه هفته که تموم شد مرخصم کرد گفتم برو حساب داری گفتم متاسفانه من پول همرام نیست گفت برو حساب داری این کاغذی که برو حساب داری 1000 خورده شیلینگ پول درد به من دادن از من پول نگرفتن هیچی بیمه دانش نبودن پول درد دادن من تو موندم اول موندم بگیرم نکنه صدها هست نکنه این رسم اینجاست